سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سارینا، این پیج اینستاگراممه. امروز اومدم راجع به استیودنت رزیدنس باهاتون حرف بزنم و بهتون بگم که اینجا ما چیا داریم، چه مزایایی داریم و یه کمی با دیتیل بیشتری بهتون توضیح بدم. یه کوچولو مختصر توی این ویدیو راجبش حرف زدم که میتونین بریم ببینین، ولی میخوام خیلی مفصل‌تر راجبش بگم. اول از همه بهتون بگم که استیودنت رزیدنس با خوابگاه دانشجویی فرق میکنه. استیودنت رزیدنس مثل این میمونه که شما توی یه مجتمع یا یه برج زندگی کنین که مثلا لابی دارین، یه سری خدمات دارین و از این جور چیزا، ولی مثلا اصلا محدودیت زمانی ندارین که کی بیان کی نیان، درو ببندن یا مهمون داشته باشین نداشته باشین. یعنی شما همه جوره آزاد هستین توی این موارد و انگار دارین توی خونه شخصی زندگی میکنین. و از اون ور به شما یه سری مزایای تعلق میگیره که به نظرم جالب و باحاله. مثلا اولیش اینه که شما میتونین صبح، اگه حال ندارین صبحونه درست کنین، برین پایین و با قیمت 5 یورو یه صبحونه خوب بخورین و اگر اشتراک ماهیانه بگیرین میشه روزی 2 یورو که به نظرم واقعا میصرفه اگر حوصله ندارین. من خودم چون خیلی حال حوصله‌ام زیاده واسه این کارا، گاهی که مثلا دوست دارم میرم. مثلا این ویدیو رو بریم ببینیم که با هم رفتیم صبحونه خوردیم. سلام، صبح خیر. قسمت بعدی ماجرا که برای من قسمت منفی محسوب میشه اینه که ما اینجا ماشین لباسشویی نداریم متاسفانه و پایین یه لاندری رومه که هر سری که بخوایم بریم یه دست لباس بشوریم نزدیک 4 یورو باید هزینه کنیم، که هیچ، 3.5 یورو هم باید دوباره هزینه کنیم برای اینکه بندازیم تو خوشگون، که واقعا به نظر من خیلی گرونه و یکی از به نظرم نکات منفی زندگی توی استیودنت رزیدنس همینه. حالا دوباره برگردم بخوام از خوبیاش براتون بگم، بعد بهتون بگم که زندگی توی استیودنت رزیدنس شامل جیم میشه معمولا و این جیم مجانیه و شما میتونید بریم ورزش بکنید و برای منی که خیلی خیلی دوست دارم ورزش کنم و دیگه دانشجو ام و پول ندارم، خیلی فرصت خوبیه که برم تردمیل بزنم، یه ذره مثلا ورزش بکنم و اینا. من این موضوع رو خیلی دوست دارم و خیلی خیلی از جیممون استفاده میکنم. دیروز هم رفتم از جیممون استفاده کردم و براتون فیلم گرفتم. مثلا اگر فیلم‌ها رو به صورت طبیعی و واقعا وقتی که دارم میرم و اون کارو انجام میدم براتون فیلم بگیرم که قشنگ متوجه بشین که چی میگم. حالا اون روزی که رفتم جیم از قسمت در واقع مشاعم و اون قسمتی که بچه‌ها میتونن بیان با هم دیگه بیلیارد بازی کنن، فوتبال دستی بازی کنن و اینا فیلم گرفتم که شما ببینید که لابی پایینمون چه شکلیه و چیا داره و اینا، که اونم میتونید تو این ویدیو ببینید. اولش اومدم که همینطوری برم پایین جیم و اینا رو بهتون نشون بدم، اما دیدم که فایده نداره، بنابراین ویدیو رو کات کردم. از اون روزی که رفتیم صبحونه گفتم یه روز که خودم دارم واقعا میرم جیم، شما رو ببرم که اونجا رو بهتون نشون بدم و اینا. بریم بزن بریم. بک‌گراندمو نگاه کردم دیدم یا خدا یا خدا، اینجا تازه بلک فرایدی بود و من یا عالمه چیز میزه خوب و باحال و اینا خریدم. کاربردی. اگر فرانسه زندگی میکنین و دوست دارین بدونین که چیان، حتما برام بنویسین که بهتون بگم چی از آمازون خریدم که شاید به درد شما هم بخوره. یعنی اومدم یه ساعت تردمیل برم،
انقدر شلوغ بود، انقدر شلوغ بود، یعنی نتونستم دوست داشتم فیلم بگیرم. حالا الان میرم نگاه میکنم، اگه دیدم فیلم ها در خور نشون دادن به دوستان عزیز هست که میذارم، چون هدف کلا نشون دادن اینه که تو این استودنت رزیدنس ها چی میگذره دیگه. حالا دیگه دیتیل رو شما به بزرگی خودتون ببخشید. سعی میکنم جای دیگر بهتر بگیرم و خونه رو فردا ویدیو میگیرم که قشنگ نور مرتب، نور روز اینا باشه دیگه، خونه رو ببینین. آها، بعضی قسمت ها رو به علت حریم خصوصی و شخصی خودم نمیذارم که دیگه امیدوارم درک کنین. قسمت آخر خونه مه. دیگه الان میخوام بریم خونه رو بهتونش بدم. اینو امروز ضبط کردم. خونم خیلی کوچیکه و میخوام واقعا میزان کوچیک بودنشو بهتون نشون بدم، اما کاربردیه. من تقریبا هر کاری که میخوام و میتونم تو خونه انجام بدم. تمام وسایلم به راحتی جا شده، من همه چی دارم، جارو برقی، نمیدونم ای فرایر، یه عالمه لباس، کفش و راحت همه رو جا دادم و این به نظرم یه مزیت بزرگی. اینجا یه عالمه کمد داره و اینا. خونه رو بهتون نشون دادم، حالا نه با دیتیل خیلی زیاد، ولی سعی کردم اکثر جاشو بهتون نشون بدم که بتونین ببینین. راجع به لابی و دم درمون فکر می‌کنم تو ویدیو قبلی صحبت کردم. خب یکی از مزیت‌هایی که ما داریم نگهبانی و لابیه که هم از نظر حفاظتی خیلی برامون خوبه، هم که اگه برامون بسته بیاد ما مثل کسای دیگه مجبور نیستیم بودو بریم خونه تا بسته رو بهمون تحویل بدن. بسته رو لابی تحویل میگیره و ما هر وقت که دلمون بخواد میریم میگیریم. این واقعا مزیت بزرگیه. دومین مزیتش به نظر من اینه که اینجا نامه ها و میلا خیلی گم میشن الکی، ولی اینجا چون نگهبانی همه نامه ها رو تحویل میگیره و دونه دونه خودش تو میل باکس ها میندازه، خیلی با حواس جمعی بیشتر و با دقت بیشتر این کار رو انجام میده. و خلاصه که بخوام بهتون بگم، از نظر هزینه ای زندگی کردن تو استودنت رزیدنس به صرفه است براتون، به خاطر اینکه اجاره خونه شامل اینترنت و آب میشه اینجا و من تنها پول جدایی که پرداخت میکنم برای برقه. حواستون باشه که اگر میخواین تو پاریس یا فرانسه خونه بگیرین، ببینین که اجاره خونه‌تون شامل چه چیزاییه. آب، برق، همه اینا رو باید در نظر بگیرین و بعد انجام بدین. خلاصه که همین. از ورودی شروع میکنم. شما فکر کنین داریم این خونه. خواهش میکنم بفرمایین. این دستشویه همونجور که مشاهده میکنین. اینجا یه آشپزخونه بسیار نقلیه، ببخشید که ظرفا داخلشه دیگه خودمونی. این شون تخته، میز و وسایل. این گوشه یه کموده که خیلی بزرگ و همه چی توش جا میشه، منتها خیلی کثیفه، نمیتونم بازش کنم. سه طبقه قشنگ داره، یک دو سه، همه چیم توش جا میشه. بعد دیگه اینجا میزمه و وسایل کتابام و وسایل فیلم برداری. اینم تخته. خب اینم دستشویی. اینجا همطور که مشاهده میکنین به علت اینکه من هزاران محصول پوستی دارم این شکلیه دیگه. حالا توالت هم نمیخواد ببینین. و اینم دوشه. و خیلی همه چی جمع و جور و خوب و همه چی هم توش جا میشه دیگه. کل خونه من 21 متر و نیمه، ولی انصافا من همه چیم توش جا میشه، دروغ نگم. بنابراین اینم از خانه دانشجوی من. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره و بوس بهتون. خدافظ.